حکایت شیطان و مکر زن. روزی زنی با شیطان شرط گذاشت که مرد خیاطی را وادار به طلاق همسرش کند. شیطان خندید و گفت این که کاری ندارد. سپس به دکان مرد خیاط رفت و شروع به وسوسه کردن وی کرد. اما خیاط زنش را دوست داشت و فکر طلاق به سرش نیامد. شیطان سرافکنده برگشت و این بار زن به دکان مرد خیاط رفت و گفت چند متر از گرانترین پارچه‌ای که داری برای زنی که پسرم دوستش دارد می‌خواهم. خیاط پارچه‌ای را برید و به زن داد. زن به در خانه مرد خیاط رفت و در زد. چون زن خیاط در را باز کرد به او گفت خیر ببینی خواهر، میترسم نمازم قضا شود. میخواهم اجازه دهی در همین ایوان خانه ات نمازم را بخوانم. زن خیاط گفت بفرمایید. زن پس از آنکه نمازش تمام شد پنهانی پارچه را پشت در اتاق گذاشت و از خانه خارج شد. خیاط که به خانه برگشت پارچه را دید و فوراً داستان آن زن و معشوقه پسرش را به یاد آورد و همسرش را همان موقع طلاق داد. بعد از این اتفاق شیطان به زن گفت اکنون من به مکر و حیله زنان اعتراف می کنم. زن به شیطان گفت نظرت چیست مرد خیاط و همسرش را به یکدیگر بازگردانیم؟ شیطان با تعجب گفت چگونه؟ زن گفت بشین و نگاه کن. روز بعد زن به دکان خیاط رفت و به او گفت از همان پارچه زیبایی که دیروز خریدم میخواهم. چون دیروز برای ادای نماز به در خانه زن مؤمنی رفتم و پارچه را آنجا جا گذاشتم و اکنون خجالت میکشم بازگردم و پارچه را پس بگیرم. مرد خیاط بعد از شنیدن این حرف سراسیم دکان را رها کرد و به دنبال همسرش رفت. همراهان گرامی، از اینکه تا پایان داستان همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. لطفاً با لایک ها و نظراتتون از ما حمایت کنید و برای شنیدن داستان های بیشتر همراه ما باشید.